خب خاصیت حکومت استبدادی اینه، خاصیت حکومت پادشاهی اینه، ملت کاره ای نیست. حال ملت که گونه خواهد بود بسته به انصاف اون کسی که اون بالا نشسته است. اگر یه وقتی اقبال ملت بلند باشد، یک نفر دیکتاتوری بر سر کار بیاید که یک مقداری رحم در دلش باشه، مثلا حالا در تاریخ ما کریم خان زند رو اسم میآورن، خب یه مقدار وضع مردم بهتر خواهد شد. اما اگر چنانچه کسان مثل رضاخان قلدر و ناصرالدین شاه و سلاطین گوناگون دیگر مستبدین بر سر کار باشن، اینا کشور رو ملک خودشون میدانن، ملت رو هم رعیت خودشون میدانن. از وقتی که رژیم پهلوی بر سر کار آمد، انتخابات به معنای یک حرکت نمایشی محض تلقی شد. در اون برهه‌ای که بنده و امثالی که در سنین من هستن یادشون هست، انتخابات همه میدانستند که انتخابات به مطلقا به معنای انتخاب مردم نیست. یک کسانی را دستگاه‌های قدرت، دربار اون روز شاهان در نظر می‌گرفتن، یه رقابت‌های بین خود اونها انجام می‌گرفت، با هم دیگه زد بردن می‌کردن، اما اون کسی که می‌خواستند بیارن توی مجلس بنشانن که مطیع باشد، سر به زیر باشد، منافع اونها تأمین کند، حق مالی غاصبان اونها رو بدهد، او رو می آوردن می شوندن توی مجلس. مردم هم برای خودشون می رفتن. در تمام این دوران کمتر وقتی اتفاق افتاد که مردم احساس کنن حالا باید بروند در این صندوق رأی یک رأی بیندازن تا تأثیری ببخشد در مدیریت کشور. مطلقاً این چیزی نبود.